شما جوانهای محصل، سایر جوانها، امید من هستید، نوید من هستید. سلام به شما دانشجویان عزیز. امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به جلسه سوم از دوره تدریس دموکراسی. مطابق طرح این دوره، این جلسه اختصاص داره به بررسی موردی چند کتاب درسی دوره آموزش متوسطه و همینطور چند تمرین که شاید امکان اجرا در کلاس درس رو داشته باشن، یا اینکه دست کم شما معلمان گرامی بتونین ازشون الهام بگیرین. ابتدا نگاهی مختصر میندازیم به مفاهیمی که در جلسه دوم راجبشون صحبت کردیم. بحث جلسه دوم در این باره بود که تدریس دموکراسی لازمه که هدفمند باشه. در کنار این نیاز به هدفمند بودن، مفاهیمی رو که با دموکراسی و تدریس اون مرتبطن مطرح کردیم. همینطور قابلیت تدریس دموکراسی در نظام کنونی آموزش و پرورش ایران رو هم مورد بحث قرار دادیم. ویژگی های نوجوانان در کلاس درس هم مورد مهم دیگه‌ای بود که مطرح شد. بحث امروز رو با تمرکز روی یکی از همین ویژگی ها شروع میکنیم. یکی از ویژگی هایی که در جلسه پیش شمرده شد، نیاز نوجوان به فعالیت های آموزشی که نباید کسالت بار باشه. به همین منظور اینجا یه تکنیک به اسم تکنیک گوجه فرنگی یا پامادورا رو به شما معرفی میکنیم. البته این تکنیک مستقیماً به مفهوم دموکراسی ربط نداره، اما به این دلیل بهش میپردازیم که صحبت از علاقمند کردن نوجوانان به مفاهیم آموزشیه و مهمه که نوجوان در هر جلسه در مباحث آموزشی همگام و همکار نگه داشته بشه. این تکنیک ساده به این ترتیبه که 25 دقیقه رو به فعالیت آموزشی اختصاص بدیم و 5 دقیقه رو به استراحت. این فعالیت و استراحت رو مثلا دو بار ادامه میدیم و بار سوم زمان استراحت بلندتره. این تکنیک به فراگیری فعال کمک میکنه که در جلسه بعد بهش میپردازیم. این نحوه خلاقانه ورود به کلاس ابتکار آقای کریمی، معلم پایه سوم دبستان شهر لنگروده. شما یه قطارای کلاس اومدید. امسال وقتی که میان با یه شروع شوقی میان. یکی از بچهای من با تأخیر اومد تو کلاس، اومد با یکی دو نفر سلام علیک خالص، والا خیلی معمولی. با نفر سوم به سبک یکی از بازیکنای فوتبال اومد، اینو سلام علیک کرد، من خیلی خوشم اومد. دیدم که همون دو نفر چقدر بعدش با هم خوشحال‌تر بودن، خلاص انرژی بیشتری داشتن. گفتم از همون من بیام یه الگوبرداری کنم. آقای کریمی یه کار جالب دیگه هم انجام میده. اون چند روز در هفته برای دانش آموزانش صبحانه میاره. کتب درسی. تحلیل کتاب‌های درسی نظام آموزشی دولتی و رسمی کار مهمیه. با این کاره که معلم و دستندرکاران آموزش میتونن فرصت‌های آموزش مفاهیمی رو شناسایی کنن که خارج از برنامه درسی رسمی نظام آموزش و پرورشه. مفاهیمی نو و مترقی که شاید چندان مطلوب نظام آموزش و پرورش نباشه که دانش آموزان اونها رو یاد بگیرن. دموکراسی و مفاهیم برخواسته از اون از همین موارده. بیشتر هم توی این دوره و دو دوره دیگه از مجموعه آموزش دموکراسی، یعنی دوره دموکراسی در کلاس درس و دوره حمایت از آموزش لیبرال، تأکید کردیم که اگه قراره به سر جامعه برای برقراری و نهادینه شدن دموکراسی آماده بشه، آموزش مفاهیم مرتبط با اون به کودکان و نوجوانان بسیار مهمه. در شرایط کنونی ایران که آموزش استاندارد و آزاد مفاهیم مرتبط با دموکراسی امکان پذیر نیست، تلاش توانا آشنا کردن هر چند حد اقلی دانش آموزان با این مفاهیمه.
مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه. درس اول این کتاب من حق دارم نام داره. در صفحه 2 این کتاب اومده: برای مثال همه انسان‌ها حق حیات یا زندگی دارند که مهمترین حق آنهاست. آنها حق دارند از نعمت‌های الهی برخوردار شوند، برای تأمین نیازهای خود کار و تلاش کنند، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، یاد بگیرند و راه زندگی خود را انتخاب کنند. انسان‌ها حق دارند آزاد باشند، یعنی برده و بنده انسان‌های دیگر نباشند، زیرا خداوند آنها را آزاد آفریده است. در جلسه پیش گفتیم که یکی از ویژگی‌های آموزش نوجوانان اینه که از منابع متفاوت آموزشی بهره می‌گیره. خیلی از این منابع پایگاه‌های خبری هستن که اخبار سیاسی مربوط به ایران رو پخش می‌کنن. نوجوان وقتی این اخبار رو می‌شنوه، ممکنه خیلی راحت بتونه تناقض این متن رو با واقعیتی که در حال اتفاق افتادنه پیدا کنه. مثلا نعمت‌های الهی مورد اشاره در متن کتاب در دسترس قشر محروم اقتصادی نیست، یا ادعای این متن درباره کار و تلاش یا حق یاد گرفتن هم مشکل داره. خب اخبار ایران همواره حاوی خبرهایی از شهروندان بهایی که به ناحق از حق کار و تحصیل محروم میشن، یا نوجوانی که گرایش جنسی متفاوت از دیگر جنسگرایی داره میدونه که حق ازدواج و تشکیل خانواده نخواهد داشت. کتاب تفکر و سبک زندگی. مشخص کردن شیوه تفکر و زندگی خاص با اصولی که ما به عنوان اصول دموکراسی تعریف کردیم در تناقضه. بر اساس این اصول، وظیفه آموزش و پرورش اینه که طبق مبانی منطق نوین و شفافیت و منابع تخصصی و استناد پاسخگویانه، راه درست اندیشیدن و درست سنجیدن و تحلیل کردن رو به دانش آموز یاد بده و در نهایت انتخاب راه رو به عهده اون بذاره. همچنین تکثر که یکی از ویژگی‌های بسیاری از جوامع امروزیه، از شهروندان می‌خواد که به سبک‌های متفاوت تفکر و سلیقه‌های مختلف زندگی احترام بذارن. نسخه ویژه دختران این کتاب که عنوانش آداب پوشش و آراستگی هست، از زنان تصویری مطیع و پیرو شرایط نمایش میده. همینطور با تعریف واژه حیا و عفت و لزوم رعایت حجاب برای زنان بیشتر از مردان، حقوق برابر از اونها سلب شده، در حالی که همین تعاریف در نسخه ویژه پسرها نیومده. انگار اون چیزی که درباره درستکاری و عفاف و حیا مد نظر نویسندگان کتابه فقط وظیفه زنانه. همین کتاب در مطلب مربوط به دوران قاعدگی، قاعدگی رو بیماری معرفی میکنه. یا با ادعاهای نامعتبر در مورد پوشش زنان، حجاب رو امری طبیعی میدونه. همه اینا مثالهایی بود برای اینکه نشون بدیم نظام آموزش و پرورش در ایران تا کجا با اصول دموکراسی فاصله داره و در واقع تا چه حد آموزه‌هاش ضد اون اصول هستن. با وجود تأکید بسیار بر فطرت انسان که البته در آموزه‌های نظام آموزشی ایران در 4 دهه اخیر مفهومی عقیدتی دینی هست، هیچ کدوم از این دو کتاب چه برای دختران و چه برای پسران زمانی که از بلوغ صحبت می‌کنن از روابط جنسی و عاطفی صحبتی به میون نمیارن. برخلاف نظام آموزشی فعلی ایران که اصل رو بر نابرابری جنسی قرار داده و بر دوگانگی سنتی جنسی زن و مرد و تفاوت‌های فطریشون تأکید داره، در نظام‌های آموزشی دموکراتیک هر طرح آموزشی اصل رو بر برابری میان دو جنس زن و مرد قرار میده و اینکه این دوگانگی سنتی و تاریخی هست رو مورد بحث قرار میده. همچنین اینو مطرح میکنه که چطور شیوه آموزش در 2 دهه گذشته از این دوگانگی هم عبور کرده و دگرباشان رو هم در بر میگیره. در برخی از کشورها مثل کانادا، یکی از دروسی که حتی از دوره دبستان در نظام آموزشی وجود داره مربوط به جنس و جنسیته.
همینطور توی خیلی از این نظام‌ها از هنجارسازی به نفع گرایش جنسی دیگر جنسگرایی و دوگانه جنسیت زن و مرد خودداری میشه تا کسانی که از اون هنجارها پیروی نمی‌کنن به حاشیه رونده نشن. در این دروس نه تنها به فیزیولوژی انسان، بلوغ و روابط سالم اشاره میشه که به مسئله بسیار مهم رابطه جنسی و لزوم آگاهانه بودن ایجاد رابطه از هر دو سمت هم پرداخته میشه. هدف هم اینه که در بزرگسالی گروهی تحت تعرض جنسی گروه دیگه قرار نگیره. موارد نادرستی که در کتاب‌های درسی رسمی ایران وجود داره به دلیل آموزش‌های مرد سالارانه ریشه بسیار محکمی نه فقط در قوانین که در فرهنگ ما داره. از این رو آموزش اصول و مفاهیم استاندارد و درست بسیار ضروریه. اون چی که گفتیم صرفاً چند مثال خیلی مهم از آموزه‌هایی که تبعیض رو نظام‌مند می‌کنن. تمرین انتخابات. یکی از تمرین‌هایی که مرکز آموزش‌های مدنی در آمریکا برای تدریس دموکراسی به معلمان پیشنهاد میده که توی کلاس اجرا کنن، برگزاری انتخابات فرضی برای انتخاب رئیس جمهوره. شیوه بازی به این ترتیبه که ابتدا معلم یک کلاس یا همه معلمای مدرسه تصمیم میگیرن که انتخابات در یک کلاس یا در سراسر مدرسه برگزار بشه. بعد به طور عملی شروع به برگزاری انتخابات میکنن. قدم اول در برگزاری این انتخابات تحلیل اطلاعات دانش آموزان درباره انتخاباته. معلم در این مرحله از دانش آموزان میخواد که اگه شاهد رأی دادن والدینشون بودن اونو توضیح بدن. قدم دوم تحلیل یا تصحیح اون اطلاعاته. بعد از اون نوبت به رأی دادن میرسه. معلم از قبل صندوق، برگه های رأی و بقیه ملزومات رأی دادن رو آماده کرده و دانش آموزان به نوبت رأی خودشون رو توی صندوق میندازن. سپس آرا شمرده میشه و رئیس جمهور فرضی انتخاب میشه. این تمرینیه که در خیلی از مدارس امریکا انجام میگیره. ولی آیا نظام سیاسی ایران دارای یه انتخابات آزاده؟ اگر که نیست، چطور میشه یه انتخابات نمایشی تمرینی برگزار کرد که بر اساس اصول دموکراسی باشه؟ این دوره بر این باوره که اگه بر اساس سازوکارهای کنونی نظام انتخابات در ایران بخوایم یه انتخابات تمرینی برگزار کنیم، در عمل همون سازوکارها رو تقویت کردیم. پیشنهاد ما اینه که برای انتخاب یه موقعیت جدید، مثلا دستیار معلم توی کلاس، یه انتخابات ترتیب داده بشه. طی اون انتخابات میتونیم مفاهیم دموکراتیکو به بحث بذاریم، مثل ضرورت نظارت همواره شهروندان که اینجا همون دانش آموزان هستن بر عملکرد منتخبانشون. همینطور ضرورت شفاف بودن فرد انتخاب شده با دانش آموزان رو هم میتونیم مورد تأکید قرار بدیم. حتی میتونیم دانش آموزا رو به سه گروه تقسیم کنیم و ازشون بخوایم که در مدت زمان مشخصی که خیلی هم طولانی نیست، یه نفر رو به عنوان نامزد گروهشون به معلم معرفی کنن که در انتخابات شرکت کنه. بعد به هر نامزد زمان کوتاهی بدیم تا در مورد اهمیت کار و برنامه‌های احتمالیش صحبت کنه. البته که معلم صحبت‌های هر کس رو گوش میده و جاهایش رو که با اصول دموکراسی در تضاد اصلاح میکنه. این اصلاح کردن البته باید با رعایت امنیت معلم و دانش آموزان همراه باشه. مثلا اگه امنیت معلم ایجاب میکنه، از بکار بردن واژه‌هایی مثل دموکراسی خودداری بشه و به جای اون از معادل‌های استفاده بشه که حساسیت زا نیستن. تشخیص این مسئله به عهده معلمه. البته میدونیم که انتخابات به شکلی دیگه تو بعضی از مدارس انجام میگیره. مثلا برای انتخاب مبصر، هدف ما از ارائه این تمرین این نیست که اون انتخاباتو با این تمرین عوض کنیم، بلکه فقط تمرینی برای باز کردن برخی مفاهیم در ذهن دانش آموزه.
نباید فراموش کنیم که تدریس دموکراسی در جامعه‌ای مثل ایران در عمل یه مبارزه یا فعالیت اجتماعی و حتی سیاسیه که ممکنه امنیت معلم و مورد مخاطره قرار بده. هدف چنین تمرین‌هایی صرفاً آشنا کردن دانش آموزان با شکل انتخابات دموکراتیک تا زمانی که اونها به سن قانونی رسیدن در مقام شهروند عادی مطالبه‌گر بشن یا در مقام تصمیم گیرنده از پیش با دموکراسی آشنا شده باشن. اساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مدارس، شورای دانش آموزی به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دو سوی بین دانش آموزان و اولیای مدارس و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل می‌شود. میتونن استفاده بکنن از این کار برای آماده سازی در اجتماعی که در آینده نزدیک در 18 سالگی برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورا و همچنین انتخابات مجلس آماده سازی بکنن. خب دانشجویان گرامی، به پایان جلسه سوم از دوره تدریس دموکراسی رسیدیم. امیدوار هستیم که مطالب و تمرینای این جلسه بتونه راهگشای شما در تدریس دموکراسی باشه. لطفاً با ما در تماس باشین و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. همچنین اگه پرسشی در مورد مفاهیم مطرح شده دارین با ما در میون بذارین. به امید سلامتی شما همراهان توانا.